چرا میگن یهود؟ چون قدرتمندترین قدرت در جهان یهوده، چون اسرائیل قوی ترین قدرت جهانه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم و هالوین هست و جنگ چنه فرحوشی هست و فرانسوی میگن توسن هست و عربا میگن مسلمان چراغ برات هست، الان که سال 2024 تازیست 7762 یاری میترهیست، من به شما میگم شما گوش کنین، الان که دنیا میگه ثابت شده که قدرت و بزرگترین قدرت یهود و اسرائیل هست در جهان، قدرت آریایی است، این قدرت آریایی است. ما بارها نوشتیم در که فرانسه فارسی اینا، آقا بیش از 30 آرامگاه، حالا پیغمبر اسمش از این بزرگ و فیلسوف همین تبار عبری یهودی اسرائیلی تو ایرانه، خواستگاه اینا ایران بوده، شوش بوده. استر ملکه ایرانیه، اصلا کورش هم خیلی میگن یهودی، یهودی ایرانی، یهودیه، تو ایرانی زرتشتی یهودی هستی. تبار، تبار است که من در افسانه افسانه ها نمایشنامه کوچکی است که همه زبان ها هم ترجمه شد، تشریح کردیم دیگه. آدم و حوا میگن هبوط کردن از آسمون، افتادن زمین و اینا، اونا مزخرف و آسمان افتادن زمین، اونا ما امکان داره فضایی باشیم، انسان از فضا اینجا نهاده شده باشه انسان، ولی آدم و حوا دو تا آدمن، دو تا انسانن که من گفتم از فرمان روای شوش ایلامیان اینا رو تبعید میکنن آدم رو به صحرای سینا، چون یک آدم ریولوشنر انقلابی بوده، اونا خوش نمیومده، همیشه هم همه انقلابا رو یهودی را انداختن، بقیه که شما خوردین و خوابیدید کاری نگردید. ها همین بنیامین نتانیاهو اگه نبود ترورش تا ابد تو منطقه بود و خلان همه را جا بجه، ولی یه اومد ریولوشنر یه کاری کرد، گفت آمریکا ماکرون همه رو گذاشت و زد دشمن رو، باید زد مثل ما. من این رو برای من ایرانی میگم، برای تو میگم که بعد 1400 سال کردن تو چیزت که هنوز میترسی واژه آریایی رو بدبخت به کار ببری که سرزمینت اسمته. حالا میگم هم چرا این کار کردن، یهودی ها نکردن، یهودی ها مخالف واژه آریایی نیستن، همه تونم خر شدین دم، اونایی که نمیگن، اونایی که میترسن، یه دی خرج شدن، یه دی دیگه سادات تازی هستن، بنی هاشم هن. بنی هاشم نصف ایران گرفته، نصف جهان گرفته، بنی هاشم قدرتیه، خیلی قدرته، ولی ها ما میگیم یهود قدرته، بنی هاشم خودش قدرت مخفی و پنهانیه، اینقدر بنی هاشم میره مرگ رو، نامه مرگ رو میده به محمد رضا شاه بخونه تو به نامه، بنی هاشمی که برنامه ریزی میکنه، فرمانده بزرگشون یه خانم فریده خانم، شون فرمانده بود، برید تحقیق کنید، برید عمرای ارتش گفتن، آقای اصلان افشار گفت، آقای عبدالمجید مجیدی گفت صداش هست، همه نزدیکان پادشاه گفتن، خانم فریده ماهی یک بار بنی هاشم رو تو دربار جمع میکرد تشکیلاتی و همه اینا رو تشکیلاتی رو برای نشوندن، گل سرخیش گرفته تا احمد شاملو تا ابراهیم گلستان، اینا رو گفتیم دیگه، برید ببینید، این آدمی که اصلا چون ذهنتون نمیاد. خب حالا با واژه آریایی اونهایی مخالفن که میدونن آریایی کیه. آریایی کیه؟ آریایی کسی که تا پیامبر اسلام انقلابش رو شروع میکنه و سازمان اطلاعات امنیت ایران میفهمه که روم اومده این کاری کرده، سوره روم رو داریم، در این مورد من بسیار صحبت کردم، تمام کارهای ما رایگان میتونید گوش کنید و بخوانید، بخشش از یوتیوب اگه پاک شده الان ما به صفحات ما که مراجعه بکنید همین iran.pm ویدیوها در اختیارتون هست، فایلاشی که میتونید دانلود کنید. روم که میاد اسلام رو میسازه، ایران خبردار میشه که پیامبر اسلام که از تبارشت که با این تبار دیگه‌ای که با ایرانی‌ها کار می‌کردن اینها در تضاد هستن، عربا، یه قبیله کوروش، قبیله قریش، قریش یعنی کوروش، قبیله قریش، کوروش اصلا قبیله بوده که با ایران کار می‌کرده، ولی اون جناح عبدالشمس داریم و
عبدالدار داریم و بعد اینا میاد میشه تبار محمد و تبار بنی امیه ابو سفیان. اونایی که روشن فکر بودن ابو سفیان یاش اینا اون بنی امیه با ایران کار میکردن. بعدن میان روم دخالت میکنه، کاری میکنه که سقایت کعبه رو که اونجا آب که بود یعنی چی؟ یعنی طلا، یعنی سرمایه. کعبه هم گفتم که آتشگاه ایرانی بود، ایرانی مقطع اونجا هستن توش آتش مثل کعبه زرتشتی میبینه. حالا این سقایت رو میگیره روم، میده به خاندان محمد با آقای هاشم. آقای هاشم هم میگه من سید آقا، یعنی آقای قوم عرب شدم دیگه، من برترینم. برام اینه که میگن یا قمر بنی هاشم یا سادات فلان یا این، خودش از همه اول میبره بالا که با همه بقیه تبار خودش فرق میکنه صحرانشینان اون موقع و پیش میره پیش میره، همچنان که زمان لازمه برای هر کاری، تا میرسه به پیامبر اسلام. اسلام رو میسازه توسط دختر پسر دختر عموش خانم خدیجه، چون نوفل اونم باز از تبار عبدالمطلب هست و اینا از قصه ابن کلاب هستن. کلاب مجد بالاشونه، بعد قصاص، بعد قصا دیگه میاد تقسیم میشه و همین که دو جنایی میشه. تا ایران سازمان اطلاعات امنیتش میفهمه که روم داره پابرانا رو سلاح میده. بعد سلمان و اینا که به اسلام میپیوندن، یاد تو نره سلمان اینا رو من کتاب توی من با خدا رقصیدم شهر دادم برید بخونید، 600 تا به کتاب بگه نمیشه یه هر روز اینجا بدون صاحب یک رزمنده و جنرال رومی است تو عرب هست، میپیونده به محمد که از مشاورینش میشه. یکی دیگه میشه حمزه، حمزه عموشه ولی سفیر عرب بوده تو دنیا، چند زمان صحبت میکنه والد میشه مشاور دوم باشه. سلمان فارسی یه فیلسوف همه ادیان بلده، داره برای روم کار میکنه بر علیه ایران، چون ایران باش درگیر شده، ایران تبعیدش کردن، فرار کرده، در رفته، دشمن ایران شده سلمان، سلمان فارسی اون با ایران کار میکنه. بلال، بلال فکر کردن یک آدم سیاوته، بلال یکی از جنرال‌های حبشه است، هم تنومنده، هم قدرتمنده، هم متفکره. سخنگوی دولتش میکنه محمد، وقتی میگه اذان بگو یعنی پیام رو برسون، یعنی سخنگوی دولتشه. بلال حبشی در جنگ شکست میخوره، توسط روم اسیر میشه، رومی‌ها میدن که محمد وقت تفکر مغز فکر مغز متفکری است بلال. و این 5 تا مشاورای محمد نقش مهمی دارن، دارن آماده میکنن خودشونو که به ایران حمله کنن. ما ایران امپراتوری قویه، برای همین میخوان آریایی نباشه، برای همین عرب نمیخواد آریایی باشه، یهود میخواد، چون ما با هم یکی هستیم. گیره بکنید تو کلتون، 4 تا یهودی که کتابم نخوندن شاید اینجوری نفهمن که من دارم میگم، ولی امنون منتصر و بسیاری از بزرگان و استادای دانشگاه های یهود در اسرائیل و جهان اینو که من میگم میدونن، اینو میدونن. خب اینا یهو ارتش شاهنشاهی ایران، همونایی که تا الان هم ایران رو نگه داشتن، همون که تا الان هم لو دادن تمامی تروریست های هنیه و اینا رو که زدن کشتن ایرانی ها، بله ارتش شاهنشاهی اینا لو داد، اینا خود ایران ارتش شاهنشاهی لو داد، تردیب شد درده بقیه رو میده به زودی هم منتظر باشین که اگر شما شعور پیدا بکنید ببینید بفهمید فرق این دوتا رو، نه تأثیر از آریایی بودن خودتون قضیه حله. حالا ارتش شاهنشاهی ایران سازمان اطلاعات امنیت دستور میده ترور کنید محمد، محمد ترور میشه توسط یک خانم یهودی هم هست. بله بیا بدونید که تا چه حد پیوند دیرین و ناگسستنی دارن. یه خانم یهودی است اونجا، محمد دعوتش میکنه، میگه تو گوسفند بریونی خوب دوست داری؟ میگه آره. میگه بیا بخوا باید یک گوسفند کباب کنم. میگه چش. اومدیم میره و بهش میده، میگه کجاشی دوست داری از گوسفند؟ میگه اینجاش هم دوست داری، میدونم، میگه بخور. میگم گاز میزنه، بعد تا میره پایین میخوره، میگه این زن منو کشت. این همه مورخین شیعه فلان اینا نوشتن، میرید بخونید، جوک نیست، خودتون نوشتین. ایران محمد رو میکشه، از اینه که میترسن از آریایی ها، اعراب. بنی هاشم میترسه از آریایی. الان باز بهت میگم
حمله میشه، سپاه حال محمد دم دروازه وایستاده، اسامه میخواد بره حمله کنه، فرمانده سپاه با چند صد نفر، محمد که میمیره جنگ و دعوا و خلافت و چی بشه کی نشینه، ابوبکر که میشه پیرمردی، والا دخترش از 6 سالگی 9 سالگی دادی با محمد برای این کارو بکنه، جناب آقای ابوبکر که میشن، ایشون میگن خب برو سپاه، سپاه میاد حمله میکنه طرفای بحرین و اینای کنونی ایران و این شکست میخوره و اینا برمیگردن میان. زمان عمر که میشه اینا قبایل بیشتری متحد میکنن فلان فلان حمله میکنن. خب حالا تو اینجا داشته باش، چرا از آریایی میترسه تازی؟ بنی هاشم چرا میترسه؟ چون ابوبکرم میان میکشنش، مسمومش میکنن بخاطر که حمله کرده به ایران دیگه. اینا رو که خود شما میدونید که بهمن جادویه ابن ملجم ابن لگام میبنده، مرادی همش اسمش ایرانیه، باباشو کشتن، خودش قهرمان سلحشور آزادی است که تمام بدنش زخم تازیان رو داره، علی رو میکشه، پیروز نهاوندی، اینا خلیفای دیگه، تمام خلفای محمد توسط آریایی ها کشته میشن، برای میترسن از آریایی ها. پیروز نهاوندی و یارانش اینا سرداران آریایی هستن، اونجا چاغور هم چیز میکنه با من هم نشون میده، میگه یک آسیابی برات بسازم که بفهمی یعنی که. بعد میشه عثمان، عثمانی که میخوان بزنن، ایرانی ها میان متحد پیدا میکنن، مصری ها با مصر متحد میشن، مصری اونجا دوتا با هم میزنن عثمانی میکشن. بعد علی میاد، علی یکم با اینا یکم با اونا جنگ را میندازن ایرانی ها، جنگ داخل اسلام، داخل اسلام که مسلمان ها همون میکشن با امام علی است، با امام علی است. جنگ جمل با عایشه زن محمد و طلحه و زبیر دو تا رفیق حمامیش، خیلی رفیقای صمیمیش، جنگ جمل. جنگ صفین با معاویه است که محمد با باباش صلح کرده. قبلا گفتم نوشته محمد ابن عبدالله، نگفت رسول الله، گفت من قبول ندارم، ما نماز نمی کنیم. ابو سفیان گفت همه رو قبول کرده، همه یهودی ها رو زده کشته، 60 تا قزوه کرده، تم قبایل زیادی رو خیبر و الان میدونم میگم خیبر بعد نه، چون قبیله یهود بیدنه زده کشته ولی به محب قبیله خودش که میرسه وارد مکه میخواد بشه صلح میکنه، پیمان حدیبیه مینویسه، امنیت میده و همه قبیله خودش، ابو سفیان و معاویه بعد بچه هاشن و فلان اینا، امنیت میده و وارد میشه به اونجا و یک نفر از قوم خیشه خودشم نبی کشه. خب اینجا علی رم میزنه میکشه، جنگ صفین هست، با همون معاویه درگیرش میکنن، قرآن رو سرنه میکنه و و و قصهش دیگه نمیخوام اینجا بهتون بگم. یهو نیروهای ایرانی که افراد تاتمیات مخفی اینا علی رو تحریک میکردن، خود عربایی که به ایران حمله کردن بزنه بکشه جنگ را بندازه، خود اینا یهو میبینن علی میخواد تو بس با این معاویه صلح کنه، میگن آقا نباید صلح کنیم، نه صلح میکنه، تا صلح میکنه یهو نصف بیشتر سپاهش خوارج نهروان، نهروان خوارج نهروان ضد علی میشن، میگن چرا سوال کردی باید میزدی خواه سرویس میگردی اینایی که بیران حمله کردن، الان تو دل شد بیران حمله کردن. علی هم اونا بدبختن، قریبن، تنهان، چند صد نفرن میان لشکر چپ و راست معاویه و علی، میزنه همون رو قتل هم میکنه، از توشن ابن ملجم در میاد بدن کار میکنه، مخالف آریایی هستن، آریایی کارار کرده، عرب و بنی هاشم با آریایی بودن مخالف هن، چون آریایی که میگی تمامی سلحشوری های تاریخت بیادت.